در 33 روز از جنگ در اسرائیل، امروز هم جنگ بین افراد حماس و ارتش اسرائیل در داخل نوار غزه ادامه داشت. پس از اینکه کنترل شمال غزه و مرکز غزه در دست اسرائیل هست، ارتش اسرائیل وارد شهر غزه شده و تلاش میکنه که تمامی مناطق شمال غزه را به تصرف خودش در بیاره. گزارش ها از مقاومت افراد حماس در مرکز شهر غزه رسیده، اما به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل فرماندهی این افراد نظامی حماس کاملا با افرادشون در میدان جنگ قطع شده و این مقاومت ها مقاومت هایی هستش که انفرادی هستش، گروهی هستش و بدون تماس با فرماندهی. در کنار اون ارتش اسرائیل اعلام کرد که بیش از 130 تونل را هم در شمال نوار غزه نابود کرده. از آن سو حماس امروز هم به سوی جنوب اسرائیل چندین بار موشک اندازی کرد، اما تعداد موشک هایی که به سوی اسرائیل پرتاب میشه به صورت واضحی کاهش پیدا کرده. در شمال هم تبادل آتش بین ارتش اسرائیل و حزب الله امروز ادامه داشت. از آتش باری های حزب الله دو شهروند و یا سرباز اسرائیلی گفته شد که امروز زخمی شدند. در کنار اون اسرائیل هم مواضع حماس و یکی از مخازن مهمات حزب الله را در جنوب لبنان بمباران کرد. در کنار اون امروز هم صحبت های در رابطه با گروگان ها و معامله ای که قرار هست اتفاق بیفته، صحبت هایی در این مورد در اسرائیل بود، اما هم آقای نتانیاهو و هم سخنگوی ارتش گفتن که آتش بسی در کار نخواهد بود و ارتش اسرائیل به جنگ ادامه خواهد داد.